بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق و عواقب الأمر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأيم الله لا رأيتم خرجا ولا عدلا مع ابن آكلة الأكباد و بنی امیه یسومونکم سوء العذاب حتی تتمنوا ان یلیکم عبد حبشی مجدع اف لکم و بعدا و ترحا یا عبید الدنیا و موالی الحطام. انشاءالله از کریم اهل بیت علیه صلوات الله امشب عنایتی شود و همه مشمول عنایت نوزاد امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما قرار بگیریم، صلوات ختم کنیم. ما طبق برنامه هر شب، امشب هم یک خبر متضمن ملهمه از اخبار ملاهم رو خدمتتون عرض میکنیم، یا یه تونه یا دوتا از خود آقا حضرت مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، بعدم مطالبی رو راجع به حضرت چون شب ولادته عرض خواهم کرد. خب بعد از شهادت امیرالمؤمنین و اون وضعیت موجودی که پدید آمد، اساساً حضرت مجتبی علیه السلام اینطور نبود که روحیه سازش طلبی داشته باشه. امام با توجه به مقام عصمتی که دارد، او هیچ انعطافی در برابر باطل و ظلم از خودش نشون نمیده. شاهد بر این امر خیلی زیاده، من میخوام اینا رو عرض بکنم، طول میکشه، اما یه نکته رو عرض بکنم. بعد از جریان صلح، معاویه به ایشون گفت که آقا من سپاهی در اختیار شما میذارم، با خوارج شما بجنگید. حضرت فرمود اگه قرار بود من جنگ بکنم با خود تو میجنگیدم، من با جنگ با تو رو لازمتر میدونم از جنگ با خوارج. دیشب هم عرض کردیم اونها به هر حال یه اعتقادی داشتن که معاویه اون اعتقاد رو هم نداشت، منتها شرایط اجازه نمیداد دیگه. شرایط یک شرایطی بود که اگر تمام جزئیات اونها رو ما بخوایم بیان بکنیم به طول می انجامد. واقعا باید کتابها رو دید و خوند، نمیشه داوری کرد همینطور. خیلی شرایط شرایط عجیبی بود که حضرت حاضر شد به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، جرعه های غیظ رو بنوشد و این وضعیت رو تحمل بکنه. شاهدش این روایتی است که روز تشییع جنازه حضرت مجتبی علیه السلام، مروان ابن حکم آمده بود تشییع جنازه. اینو ما تنها نقل نکردیم، عامه هم نقل کرد. امام حسین سلام الله علیه به مروان ابن حکم
فرمود تو تا دیروز جگر برادر منو خون کردی، هر چی ظلم خواستی کردی، امروز الان اومدی به تشییع جنازه؟ گفت نعم، من کان حلمه یواز الجبال. این نشون میده که چقدر خون دل دادن به حضرت، چقدر حضرت رو اذیت کردن. شرایط یه شرایط نامساعدی بود، نمیشد. به هر حال حالا دو تا خبر حضرت فرمودن، فرمودن به مردم شما اینطوری کردید، من بهتون بگم. و ایم الله، ایم الله واژه قسمه، این واژه واژه قسمه، مثل والله، تالله، بالله، واژه قسمه. ما ایم الله لا رأیتم خرجا ولا عدلا مع ابن آکلت الاکباد و بنی امیه. دیگه شما روی عدالت رو نخواهید دید، روی راحتی رو هم نخواهید دید با این پسر زنی که جگرها رو خورده، هند و بنی امیه. چطور فرعونیان بچه های مردم رو میکشتن؟ اینام یسومونکم سوء العذاب، گرفتارتون خواهند کرد، شما رو خواهند کشت. حتی تتمنوا ان یلیکم عبد دون حبشی مجدع. کار به جایی میرسه، شما امروز افراد شایسته رو که بر اساس دین و عدالت عمل میکنن حاضر نیستید زیر بار برید، چون دنیای شما اجازه نمیده. یه روزی خواهد رسید که شما تمنا میکنید، آرزو میکنید رهبر شما یه بنده حبشی مجدع باشه. مجدع به غلامی میگن که گوشش یا بینیش رو بریده باشه، یعنی آدم اینطوری و گیرتون نمیاد. بعد فرمود فبعدن، فبعدن افن لکم و بعدن و ترها یا عبید الدنیا، ای بندگان دنیا، بندگان دنیا و موال الحطام، ای کسانی که دنبال همین لذات دنیا هستید. اینا بود، این مشکلی بود که پیغمبر خدا هم خبر داده بود، این هم جز اخبار ملاهمه. فرمود من بعد از خودم نمی ترسم که شما کافر بشید. انی لا اخشا علیکم الکفر، پیغمبر فرمود من از کفر بر شما نمیترسم، نه نماز میخونید خدا رو قبول دارید، ولکن اخشا علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا کما تنافست الامم من قبلكم. دنیایی بشید، دست از حق بردارید، دست از عدالت بردارید، دست از معنویت بردارید، همونطوری که امتهای قبل از شما این کارو کردن، اونا هلاک شدن، شما هم هلاک خواهید شد. خب میفرمان یه قدر تشبیه جلوتر، صلوات خط کنید و تشبیه جلوتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله این شب شب نیمه ماه مشمول عنایت و الطاف حضرت احدیت قرار بگیرید و بقیه این ماه رو که شبهای قدر هم در پیش هست انشالله از فیوزات این شبها بهرمند بشیم. یه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. امام حسن مجتبی سلام الله علیه در اوج اقتدار بنی امیه فرمودن من آثاره از میان رفتن بنی امیه رو همین الان دارم میبینم. خیلی عجیب، اینم از اخبار ملاهم. آثار نابودی بنی امیه رو من همین الان دارم میبینم، میبینم این آثار. و طولی نکشید آل حرب، یعنی
آل ابی سفیان از میان رفتن، به دنبال اوها مروانی هم از دنیا رفتن، از بین رفتن و در شام، دمشق و حوالی دمشق قبور اینها رو شکافتن. اگر چیزی در قبورشون بود که بیشتر تو قبورشون چیزی نبود، مثل اینکه اسکلت هشام ابن عبدالملک هنوز بود، چون وقتی قبرها رو شکافتن حدود 8 سال گذشته بود از دفن هشام ابن عبدالملک، آوردن بیرون، سوزندن، آتش زدن، از بین بردن. فرمود من میبینم این زوال رو دارم مشاهده میکنم و همینطور هم شد. اینطور نیست که ظلم باقی بمانه. این راجبه یکی دوتا خبر راجبه ملاهم و اما راجبه حضرت مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی سلام الله علیه اولین فرزند و اولین نوزاد از فرزندان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است. سال سوم هجرت، روز نیمه ماه مبارک رمضان، این بزرگوار متولد شد. جزوه جداگانه چاپ شده، این مال مرحوم آقا عزیز طباطبایی رحمت الله علیه، این ضمیمه طبقات محمد بن سعد بوده، ترجمه امام حسن و امام حسین تو طبقات محمد بن سعد نیست، گم شده، ایشون پیدا کرده و چاپ کرد. یه نکته عجیبی تو زندگی امام حسن هست که بزرگواری حضرت رو میرسون. ایشون نقل میکنه اولا وقتی امام حسن متولد شد آوردن خدمت پیغمبر اکرم قنداقه این بزرگوار رو، فرمودن نام چی گذاشتید؟ امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله ما بر شما در نام گذاری سبقت نمیگیریم. پیغمبرم فرمود من بر خدا سبقت نمیگیرم. این در طبقات محمد بن سعد قدیمی ترین مستر. جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله خدای متعال می فرماید ما نام بچه های هارون برادر موسی رو گذاشتیم روی فرزندان برادر شما علی ابن ابی طالب، شبر و شبیر و شبر، سه تا اسم، حسن و حسین و محسن. این نام از قبل گذاشته شده بود، هر سه رو نقل کرده صاحب طبقات. بنابراین نام یک نام الهی است، نام حسن. یه نکته ای هم عرض بکنم، امروز من نگاه می‌کردم نوشته ها رو، نه اینکه واژه حسن در زبان عربی نبوده، هم واژه حسن بوده هم واژه حسین بوده، اما اسم گذاری و نام گذاری رو فرزندانشون نمی کردن تا زمان امام حسن مجتبی. لم نجعل له من قبل سمیا، اول کسی که به نام حسن نامیده شد این بزرگوار بود، اول کسی که به نام حسین نامیده شد برادر بزرگوارشون بود. و این روزهای آخر حضرت صدیق طاهره آوردن هم امام حسن و امام حسین رو خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد بابا جون یه چیزی به این بچه های من بده. فرمود اما الحسن فاعتیته سعدتی و هیبتی، سعدت و هیبت، اون عظمت و هیبت رو، خیلی امام حسن با هیبت بود. و اما الحسین فاعتیته جودی و جرأتی، اینا رو من دادم به فرزندانم. خب اینا رو خدای متعال داده و پیامبر عطا کرده. این دوتا بزرگوار سیدا شباب اهل الجنه هستند، سیدا شباب اهل الجنه.
و خیلی پیغمبر خدا به امام حسن و امام حسین علاقه داشتن. دو سه تا نکته من عرض بکنم. یه وقتی پیغمبر امام حسن رو روی این شانه سوار کرده بود، شانه راستش، و امام حسین هم رو شانه چپش، آمده بود بیرون تو شارع. آدم فرزندش هرچی دوست داشته باشه تو محیط خانه میگیره، میبوسه، اظهار علاقه میکنه، اما یه شخصیتی مثل پیغمبر دوتا بچه رو یکی رو این شانه سوار بکنه، یکی رو این شانه سوار بکنه، بیاد تو ملع، این معنا داشت، پیام داشت. سعد ابن ابی وقاص، سعد برخورد کرد، یه نگاهی کرد و رو کرد به این دوتا بچه ها، گفت نعم المرکوب و مرکوب و کما، این کسی که رو شانش سوار شدید خوب کسی است. تا این جمله رو گفت رسول خدا فرمودن که چرا از راکبا نمیگی؟ چرا از راکبا نمیگی؟ چرا از این راکبا تعریف نمی کنی؟ من از خدا خواستم، گفتم خدایا من حسن رو دوست دارم و هر کسی حسن رو دوست داره اونم من دوست دارم. نه تنها حسن رو دوست دارم، هر کسی حسن رو دوست داره من اونم من دوست دارم. اینطور پیغمبر خدا اظهار علاقه میکرد. گاهی پیغمبر خدا روی منبر بود، امام حسن وارد مسجد میشد، میدوید از بالای منبر، پیغمبر خدا می آمدن پایین، سخن رو قطع می کردن، امام حسن رو تو آغوش می گرفتن، با امام حسن می آمدن رو منبر می شستن. گاهی سر نماز امام حسن کودک بود، می آمد رو شانه پیغمبر سوار می شد وقتی رفته بود پیغمبر به سجده، پیغمبر سجده رو طولانی می کرد تا این بچه خودش بیاد. این مرحوم باقر شریف تو این موسوعش یه نکته رو نقل میکنه خیلی جالبه، میگوید که این ابو هریره که ما قبول نداریم ابو هریره رو مستحضرید، این از بنی امیه است ابو هریره و از طرف معاویه یه مدتی ایشون در کوفه بوده، در مدینه بوده، یه سفری هم آمد کوفه. جالبه این عرض بکنه، یکی از جوانهای کوفه آمد بهش گفت، معلوم میشه کوفه همین مدتی که امیرالمومنین سلام الله علیه تو کوفه بودن، اون اثری که بایستی بگذارن رو افرادی که اون افراد زمینه درشون بوده، چون همه درشون زمینه نیست، مستحضری، باید خدا یه توفیقی بده، یه عنایتی بکنه، و الا پیغمبرم اگر به گوشه یک کسی که زمینه نداره بخانه تأثیر نمیگذاره. سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه عده اینطوری هستن، باید زمینه در انسان فراهم باشه. بله، ایشون یه وقتی آمده بود کوفه، یک جوانی آمد بهش گفت من یه سوالی ازت دارم. گفت بگو. گفت شما در قدیر بودی؟ گفت بله در قدیر بوده. گفت شنیدی رسول خدا چی فرمود؟ گفت بله. گفت چی فرمود؟ گفت رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. گفت بعدش چی فرمود؟ بعد از این که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، بعدش چی فرمود؟ گفت بعدش رسول خدا فرمودن، عرض کردن به خدا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و خذل من خذل. گفت شنیدی اینو از رسول خدا؟ گفت بله. گفت من شهادت میدم تو والیت عدوه و آدیت ولیه. من شهادت میدم پیغمبر خدا به خدا عرض کرد وال من والا، خدایا دوست بدار هر کسی که علی رو ولی میدونه، دشمن بدار هر کسی که علی رو دشمن میدونه. تو ولایت دشمن علی رو پذیرفتی و دشمن شدی با
ولی خدا. اینو گفت دیگه دید نمیتونه جواب بده و تحمل کنه، بلند شد آمد بیرون اونجایی که نشسته بود. این جوانه آمد اینو بهش گفت. به هر حال این ابو هریره رو ایشون نقل میکنه یه موقف خوبی داشته. کجا بوده اون موقف خوب؟ وقتی جنازه حضرت مجتبی رو آوردن کنار قبر پیغمبر، ابو هریره آمد ایستاد گفت که من شهادت میدم صاحب این بدن که روی شانه شماست، تو همین کوچه های مدینه دیدم رسول خدا آغوشش رو باز کرد و او رو تو آغوش گرفت و شروع کرد لبهای ایشون رو مکیدن، نه بوسه زدن. من شهادت میدم که لبهای ایشون رو شروع کرد مکیدن. این طور پیغمبر خدا علاقه داشت به امام حسن مجتبی. اما راجع به امام حسن یکی دو تا نکته رو من شب ولادت عرض بکنم. این صلواتی مرحمت بفرمایید. یک نکته این که روایت دارد امام حسن مجتبی علیه السلام در همون سن کودکی می آمد مسجد، مطالب رو از رسول خدا اخذ می کرد، می آمد خدمت فاطمه زهرا بازگو می کرد، می گفت جدم این حرف رو زد. امیرالمومنین که از مسجد می آمد منزل، همون حرف رو فاطمه زهرا می گفتن برای امیرالمومنین. ایشون میگفتن کی گفته؟ گفت پسرم حسن. امیرالمومنین فرمودن که من دوست دارم ببینم چطور برای شما نقل میکنه. بچه 4 ساله 5 ساله چطور نقل میکنه حرف رو. رفتن یک کناری ایستادند و زودتر آمدن منزل. امام حسن آمد، فاطمه زهرا بهش فرمود بنیه قل ما قال جدک، بو جدت چی فرمود؟ تا آمد بگوید توقف کرد. گفت پسرم بگو چرا نمیگی؟ گفت یا اما کل لسانی و قل بیانی که ان سیدن یرعانی. من نمیتونم حرف بزنم، یه بزرگی داره منو رصد میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن، امام حسن تو آغوش گرفتن، شروع کردن بوسیدن. اینطور نسبت به پدر عنایت داشتن آقا امام حسن مجتبی. این یه نکته راجع به امام حسن. یه نکته دیگه راجع به امام حسن عرض بکنم. منابع عامه و خاصه، حتی تو صحاح عامه، اون این قابل توجه، خصوصا جوانای عزیز توجه کنید به این نکته. ببینید امام حسن وقتی رسول خدا از دنیا رفته 7 سالش بوده. یک دعایی رسول خدا در قنوت نماز وتر شبها میخونده، اون دعایی که رسول خدا در قنوت نماز وتر شبها نصف شب میخونده، تنها کسی که از رسول خدا نقل میکنه حضرت مجتبی علیه السلام. من دعا رو میخونم، الان هم میخونن عامه، تو تمام منابع حدیثی عامه هست. اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت وغنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضا علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من آدیت تبارکتنا ربنا و تعالی. این یه پیامی داره، پیامش اینه فرزند کوچک مواظب نماز شب جد بزرگوارش بود، یعنی بیدار میمونده شب، نماز شب جد بزرگوارش رو میدیده. حتی دعایی که در قنوت نماز رسول خدا میخونده در نماز وتر، امام حسن مجتبی ضبط کرده و نقل کرده. این در منابع عامه و خاصه هست. این هم یه نکته. یک نکته از ظرفیت و بزرگواری حضرت مجتبی علیه السلام هم خدمتتون عرض کنم و مجلس رو با
واگذار کنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. باز اینو صاحب طبقات نقل میکند، میگوید که بنی امیه یه تعدادشون آقا در شام بودن، یه تعدادشون هم در مدینه بودن، مثل مروان اینو بعدها رفتن شام، اینا تو مدینه بودن. لذا تو مراسم تشییع جنازه حضرت هم میبینید مروان تو مدینه بوده، چون حکومت مدینه رو گاهی معاویه میداد به اینها دیگه، اینا دارو دسته اونها بودن، تقسیم کرده بودن قدرت رو. یکی از روزها امام حسن سلام الله علیه وارد مسجد رسول خدا شدن با بعضی از برادرانشون، ظاهرا محمد ابن حنفیه بوده و بعضی از برادرای دیگه، وارد مسجد پیغمبر شدن. یه حلقه ای از جوانهای بنی امیه نشسته بودن تو مسجد، مسجد پیغمبر، و یک جوانی از بنی امیه از شام آمده بود وسط اینها نشسته بود، با اینا داشت صحبت میکرد. امام حسن خوب نمیشناخت، جوان بود. وقتی امام حسن سلام الله علیه از در مسجد وارد شدن، یه نگاهی کرد به امام حسن، اون عظمت، اون چهره، سوال کرد از اطرافی ها، گفت این شخص کیه؟ گفتن نمیشناسی؟ این پسر علی ابن ابی طالبه. تا گفتن پسر علی ابن ابی طالبه، دهان باز کرد به سب و شتم و بدگویی، شروع کرد بدگویی کرد. برادرهای امام حسن مجتبی اینها یک مرتبه خودشونو آماده کردن برای حمله، همون تو مسجد، که این جوانا رو بگیرن بزنندش. تا آماده شدن برای حمله، امام مجتبی علیه السلام عبای مبارکش رو از رو شانش برداشت، آورد انداخ رو این جوانه، فرمود عبای من، حالا میخواد بزنید بزنید. ببینید ظرفیت رو، میخواد بزنید حالا بزنید، این عبای من، من امانش دادم، من پناهش دادم، این عبای من. همه عقب نشینی کرد. خب ما اگر بودیم واقعا اینطور اهانت بهمون میشد، قدرت تلافی هم داشتیم، چیکار میکردیم؟ یه مثلا قدرت تلافی نداره، خب عقب نشینی میکنه. قدرت تلافی داره، اما چیکار میکنه؟ این بزرگواریه، این ظرفیته، این مسلط بودن بر نفسه. عبای مبارک شان داخل اون جوانه، این عبای من، میخواد بزنید بزنید. و متنبه شد اون شخص، دید چقدر بزرگوار حضرت مجتبی علیه السلام. این هم از نکاتی است که محمد بن سعد تو طبقات این رو نقل کرده. از همینجا عرض سلام میکنیم به آقا حضرت مجتبی علیه السلام، صلوات الاله ربی علیکم، صلوات الاله ربی علیکم اهل بیت الصیام و صلواتی واصطفاكم لنفسه واجتباكم وأرى الخلق فيكم معجزاتي انتم جنبه و عروته الوثقا و اسماءه و باب نجاتی.
و بکم یعرف الخبیث من الطیب و بکم یعرف الخبیث من الطیب و نور فی دجا الظلماتی. و بکم یعرف الخبیث من الطیب النور فی دجا الظلماتی. من اشعار عربی رو خوندم، اشعار فارسی رو هم حاجای انصاریان انشالله شما رو به فیض میرسونم. چند تا دعا کنم. خدای ما رو بیامرز، خدایا توفیق بده انشالله در یه آینده ای ما بقی رو بسازی. خدای ما رو از اهل بیت جدا مفرما. خدای لحظه آخر این زوات مقدسه رو به فریاد ما برسون. از در خانه اهل بیت خصوصا کریم اهل بیت امشب ما رو محروم مگر. در بقیه ماه توفیق عبادت و بندگی به ما کرم بفرما. صلوات ختم.